اخبار متناقض از تعطیلی پارک‌های ایران در 13 به در. مسئولان بعضی شهرها و استانها تایید کردند، وزارت کشور تکذیب کرد. دو مهمان داریم و از اونها میپرسیم که چرا مراسم مذهبی و آیین‌های باستانی عرصه تقابل بسیاری از مردم ایران با حکومت شده. در ادامه برنامه امشب، انگشت اتهام 8 فعال زن زندانی به طرف حکومت ایران در ارتباط با فوت سارا تبریزی. میگویند فشارهای امنیتی باعث جان باختنش شد. زورآزمایی اردوغان و مخالفانش در انتخابات شهرداری‌های ترکیه. حزب حاکم به دنبال پس گرفتن شهرهای بزرگ، رقیبان امیدوار به تعیین رئیس جمهوری آینده. جوی ایرانی در آلمان برای خودداری از استرداد به ایران از هواپیما بیرون پرید. من سریعاً به سمت در رفتم، خدمه اونجا وایساده بودن، گفتم در رو باز کنید، گفتش که امکان نداره، پله ها بسته شده، گفتم واسه من مهم نیست، من میپرم پایین. و اجرا و بازخوانی ترانه مهربان شو اثر الهه و جواد معروفی با آهنگساز اثر بازخوانی شده گفتگو میکنیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. این روزها همزمانی عید و عزا حکومت ایران و بسیاری از مردم را روبروی هم قرار داده. نوروز و رمضان هر چند دهه برای چند سال همزمان می شوند. دو مناسبت مهم که یکی در تقویم سنت‌های باستانی ایرانیان گرامی داشته می شود و دیگری در تقویم مذهبی جهان اسلام. حالا روزهای عزاداری مذهبی با جشنهای نوروز برخورد پیدا کرده، خصوصا فردا که در تقویم ایران هم روز مصیبت است و هم 13 به در و روز جشن طبیعت. به همین دلیل حکومت که مناسبت‌های مذهبی را بر هر مناسبت دیگری ترجیح می‌دهد در شرایط سختی قرار گرفته. بسیاری از مقام‌های محلی پارک‌ها و اماکن تفریحی را بستند و می‌گویند شادی مغایر با شعائر مذهبی این روزهاست. ولی وزارت کشور گفته که تصمیمی در مورد بستن چنین محلها و اماکنی نگرفته. چرا همزمانی عید و عزا در جمهوری اسلامی تبدیل به بحثی جنجالی و پر از کشمکش شده؟ آیا حرفای زد و نقیض نشانه ای از سردرگمی حکومت نیست؟ پرهام قبادی گزارش میدهد. این مشکلات و گرانی ها رو حکومت ایران این را میخواهد، اما می ترسد فردا این اتفاق بیفتد، چون 13 به در مصادف شده با روز شهادت امام اول شیعیان در تقویم جمهوری اسلامی. اول خبر آمد که فردا پارک های سراسر کشور تعطیل است، گفتند به دستور وزارت کشور، اما احمد وحیدی وزیر کشور تکذیب کرد. مردم فهیم ایران همیشه حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ کردند. نوروز و سنت اسلامی یک پیوند دیرینه دارد. در وزارتخانه هیچ تصمیمی برای تعطیلی گرفته نشده است. مواظب توطئه دشمنان باشیم. اما مسئولان بسیاری از شهرها اعلام کردند که فردا پارک ها تعطیلند. از جمله در کرج، اصفهان، ساری، کرمان، عراق، کرمانشاه، زنجان و استان لرستان. خبرگزاری ایرنا همین خبر را در مورد اهواز هم داشت، اما پاک کرد. امیرالمؤمنین و این هم فرماندار قزوین با پیامی مشترک. بنابر مطالبه مردمی، دستورالعمل بالادستی و همچنین تصمیم استان، همراه با تمامی استانهای کشور پارک‌ها و بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها رو تا یک ساعت قبل از اذان مغرب بسته داریم. در نجف آباد اصفهان هم برای اعلام تعطیلی پارک ها این پوستر را زدند. میمانیم با ولایت تا شهادت. برای جمهوری اسلامی همیشه مراسم مذهبی مهمتر از آداب و رسوم باستانی ایرانیان بوده. امروز 13 فروردین آرامگاه کوروش کبیر بزرگ بستن، مردم رو نمیذارن برن داخل.
ظاهراً سالها تبلیغ اسلام و اجبار در رعایت احکام آن اثر عکس داشته و حکومت می داند اگر فردا پارک ها باز باشند به جای این شاهد چنین صحنه هایی خواهد بود و این یعنی شکست سیاست های فرهنگی حکومتی مذهبی بعد از 4 دهه پرهام قبادی بی بی سی داریوش محمدپور پژوهشگر دین و علوم سیاسی اینجا در استودیو میهمان ما هستند و روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از آنتالیای ترکیه سوال اول رو از آقای محمدپور میپرسم قبل از انقلاب کمتر دیده شده بود که چنین مشکلاتی پیش بیاد بعد از انقلاب در مواردی پیش اومده که همزمانی این مناسبت ها مشکل آفرین شده چرا این تبدیل شده به یک موضوع مسئله ساز یه دلیل خیلی ساده داره اجبار ببینید موقعی که به پدیده اجتماعی دین نگاه میکنیم دین و آداب و مناسک دینی امری است که کاملا گره خورده به زندگی طبیعی همه انسان ها بیاید فرض کنید خدای وجود نداره انسان ها بالاخره این خدا رو اختراع میکنن باید زندگی میکنن یه تعبیری داره امام علی میگه که الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله فقیه درست حسابی کسیه که مردم رو از رحمت خدا ناامید نکنه یه تعبیر خیلی امروزی تر از این فقاهت اینه که شما دین رو به اجبار به مردم حقنه نکنید و هر وقتی که دین رو در برابر آزادی مردم هر وقتی که دین رو در برابر طبیعت مردم قرار بدید آن چیزی که شکست میخوره همین فقیهانن دین که بالاخره راه خودشو میره دین هم نیست که شکست میخوره بالاخره مردم بازسازی میکننش ابداعش میکنن از نو خلقش میکنن و ایرانی ها هم که دفعه اول نیست که با این پدیده برخورد کردن هزار خورده ای سال با این مناسکشون فقط ایرانی ها هم نیستن شما ببینید این دین اسلام به آسیای میانه رفته به هند رفته به افغانستان رفته به کشورهای عربی رفته و هر جایی که رفته رنگ و بو و طعم این در واقع مناسک اون کشورهای میزبان خودش رو گرفته و مردم اینو ساختن و ایرانیان به طور خاص و شیعیان به طور خاص‌تر با این زندگی کردن اینی که یک گروه اندکی کسانی که در لباس فقیه اما در واقع به معنای دقیق کلمه راهزنی دین خدا میکنن این تعبیری است که اینقضات همدانی یه جایی به کار میبرد یه زمانی علمای دین کسانی بودن که واقعا از دین دفاع میکردن اسمشون بود سراج الدین جمال الدین کمال الدین روح الدین نمیدونم تاج الدین و الی آخر و تمام اینا یه نشانه از دین داشتن اما الان هر چی میبینیم تمام کسانی که این اسما رو دارن راهزنی دین خدا میکنن تا مغز استخون فاسدن و شما فساد اینها رو از صبح تا شب میبینید ببینید امروزه چرا در جمهوری اسلامی یک کسی میاد اینا رو با هم مقابل هم قرار میده هنوز یه ماه دو ماه نگذشته که ماجرای فساد آقای صدیقی تشش از آسمون افتاده خب مردم اینا رو میبینن و اینا رو در برابر هم قرار میدن حالا چه میخواد ماه رمضان باشه چه میخواد شهادت این امام باشه یا هر مناسبت دیگه باشه مردم خودشون به طور طبیعی میتونن راهشو پیدا کنن شما نمیتونید با اجبار و تعیین تکلیف حکومتی به مردم بگید شما این گونه باشید یا اون گونه نباشید آن چیزی که شکست میخوره خود این حکومته و بارها از ابتدای انقلاب این کارو کرده شما از چهارشنبه سوری بگیرید تا نوروز بگیرید تا سیزده بدر بگیرید و همه مناسبت‌های مختلفی که در مناسک و شعائر ایرانیان بوده رو هر وقت حکومت خواسته دین رو در برابرش قرار بده خودش شکست خورده آقای رحیم‌پور در میان جامعه مذهبی هم می‌بینیم اونایی که سیاسی‌ترن به تعبیری یا به شکلی نزدیک‌تر به حکومت هستن بیشتر نگران این موضوع اند. چرا اینطوریه؟ با سلام و احترام خدمت شما بینندگان محترم مهمان محترم برنامه ببینید اساس قضیه در همون واژه تقابلی هست که هم شما در صحبت مقدماتیتون مطرح کردید هم در گزارش آقای قبادی کاملا واضح بود وضعیت اجتماعی در کشور ایران به نحوی هست که از عرصه های مختلف جامعه تلاش میکنه که تقابل و مخالفت خودش رو با حاکمیت نشون بده حاکمیت هم در برابر این ساکت نمیشینه و در واقع واکنش خودش رو بروز میده در نتیجه جامعه از مناسبت‌های ملی و تاریخی معمولا داره استفاده میکنه مثل چهارشنبه سوری ها مثل یلدا مثل نوروز و این قبیل اتفاق ها و حاکمیت یا مثلا سال روز تولد کوروش از طرف دیگه حکومت تلاش میکنه که از مناسبت های مذهبی
دو تا بهره برداری اساسی رو انجام بده. بهره اولی که میبره و تلاش خیلی طولانی در این مورد داشت، حداقل 40-45 سال مرتب انجام داده، این بوده که رونمای دینی به وضعیت خودش بده، یعنی سر و شکل دینی به خودش ایجاد بکنه از طریق استفاده از مناسبت‌های مذهبی. اما در سال‌های اخیر با شکل گیری اون تقابل تلاش کرده که از مناسبت‌های مذهبی برای یک نوع ظرفیت سازی هواداران در واقع کمک بگیره، حتی به خلق مناسبت روی آورده، مثل این برنامه امام حسنی ها، مثل اون برنامه راهپیمایی اربعین، مثل مثلا برنامه چند کیلومتری قدیر که برگزار کردن، و به این ترتیب به جامعه نشون بده که من هوادارانی دارم که به نام دین در کنار من قرار خواهند گرفت. حالا اگر این تقابل تشدید بشه، همونطور که جناب محمدپور هم گفتن، وضعیت دین عمومی با مخاطره جدی مواجه خواهد شد و اساساً پدیده دین توان رویارویی با یک حرکت عمومی و اجتماعی توسط مردم رو نداره. آقای محمدپور، شما به یه تقابلی اشاره کردید که در اون ممکنه فقه بازنده باشه. این چیزی نیست که حکومت به اون واقف و آگاه نباشه، به تعابیر بسیاری، البته بر اساس بسیاری از ارزیابی ها. ولی آیا ممکنه که از همین تقابل هم حکومت بخواد ماهی مقصود خودش رو بگیره؟ ببینید، سوال اصلی این است که حالا حکومت طبعا ممکنه منکر این باشه که فقه جوابگوی همه مسئله ها نیست، ولی سوال اصلی سوال خیلی خیلی ساده است: آیا مردم، عموم ایرانیان به این حکومت و به این نظام اعتماد دارند؟ و این اعتماد رو در جاهای مختلف شما میتونید ببینید، از جمله در مناسبت‌هایی که به انتخابات مربوطه، از جمله در هر موضعی که سران تراز اول حکومت میگیرند. اینو کاملا میشه با آزمون گذاشت. تو این 25-30 سال گذشته هر باری که سران تراز اول حکومت یه تصمیمی گرفتن، یه رأی گفتن، یه سخنی اعلام کردن که صریح بوده و روشن بوده، مردم خلاف حرکت کردن. این یعنی مردم اینا اعتماد ندارن. یعنی شما برگردید، مثلا یه خورده برگردیم عقب، در دوم خرداد یکی از دلایل پیروزی آقای خاتمی این بود که این زمزمه در جامعه افتاد که آقای خامنه‌ای مدافع ناطق نوری است. تمام اتفاقات بعدی هم به همین شکل پیش رفت. یعنی هر جایی که حکومت به یه سمتی میره، مردم لجاجت با اون میکنن. خب فقیه عاقل یا حکومت عاقل، حکومتی که با مردم لجبازی نکنه. تعداد دفعاتی که روزمره این حکومت از بالاترین سطح تا پایین ترین سطح تصمیم میگیره با مردم لجاجت کنه، از اندازه واقعا خارجه. اینی که میخوان از این بهره ای ببرن، چه بهره ای میخوان ببرن؟ بله، یه بخش ماجرا اینی که میخوان این مناسک رو اونقدر فربه کنن. یه پژوهشگری در ایران هست، آقای محسن نظام مظاهری، که پژوهش مفصلی کرده درباره این فربه شدن آداب و مناسک و استفاده ای که در واقع حکومت از این ماجراها میکنه. بله، فرمش اینه که شما خیلی ستبر و ضخیم میکنید این مناسک رو، ولی در نهایت شما بازنده ای، شما نمیتونید دل مردم رو به دست بیاری. دل مردم رو شما این کارا نمیتونی، عموم مردم رو نمیتونی همراه خودت کنی، و اینجاست که شما امنیت جامعه رو به خطر میندازید، امنیت دینداران رو به خطر میندازید، امنیت ملی کشور رو به خطر میندازید. و این همون چیزی که جمهوری اسلامی متاسفانه پشتش پنهان شده، به عنوان اینکه من مدافع امنیت کشورم، اما امنیت کشور، امنیت روانی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی کل این مملکت رو به مخاطره انداخته. و این سوال مهمی است. آقای رحیم پور، شما اشاره کردید به مثلا مناسبت‌های مثل بزرگداشت حالا کوروش و غیر و ذلک. اینطور به نظر میاد که در خیلی از جاهای گرایشی هست که مردم بیشتر از سنت الان مدرنیته رو ترجیح میدن در خیلی از زمینه‌ها، ولی وقتی پای مسائل مذهبی میرسه، مذهب از همین الگو پیروی میکنه، یعنی مردم دارن ازش فاصله میگیرن. ولی وقتی به ارزش‌های یا حالا به نمادهای باستانی میرسه، در ایران اینطور نیست. دلیل این چیه؟ یعنی این بریدن از در حقیقت مناسک و مراسم و شعائر مذهبی و این دلبستگی به آنچه که مثلا باستانی و کهنه و قدیمی تصور میشه. به دلیل اینکه هویت تاریخی مردم ایران آغش آمیخته با اون جریان تاریخی هست که مثلا در نمادهای
پیش از اسلام خودش رو داره نشون میده، در حالی که نمادهای شکل گرفته بعد از اسلام در ایران عمدتاً به واسطه مصادره‌ای که حاکمیت جمهوری اسلامی انجام داده توسط مردم داره پس زده میشه به عنوان فرایندهای سنت‌ساز. وقتی که روی هویت تاریخیشون وای میستن، به خاطر این هست که بگم ما پشتوانه تاریخی و عمیق و به ستبر داریم تا بتونیم آینده خودمون رو با در واقع اتکا به اون تاریخ شکل بدیم. در نتیجه این در نگاه جامعه به عنوان یک پسرفت دیده نمیشه. اما وقتی پای سنت مذهبی پیش میاد، هم به واسطه ی حاکمیت و هم به واسطه ی رویدادهایی که این سنت مذهبی شکل داده، مثل تقابلش با همون نمادهای تاریخی، تقابلش با هویت تاریخی و ملی، این توسط جامعه پس زده میشه و اون رو به عنوان نمادی از واپسگرایی تلقی میکنن. اگر عنصر سیاسی به این مسئله اضافه بشه، یعنی مسئله رضایتی و خشم عمومی از حکومت، اون هم حکومتی که از نمادهای سنتی مذهبی داره برای خودش استفاده میکنه، تابلوی مذهبی بلند کرده، اون وقت وضعیت این تقابل خیلی شدت خواهد گرفت. برای این شدت، در واقع برای نشان دادن این شدت، هویت سازی های خیلی عمیق هم اتفاق میفته، یعنی تاکید خیلی زیاد روی نماد تاریخی هم شکل میگیره. مردم اساسا با حکومت لج میکنن، لج بیشتر میکنن، میگن حالا که تو داری نمادهای سنتی رو برای خودت تابلو میکنی، حالا که با نمادهای تاریخی مشکل داری، من بیشتر این نمادهای تاریخی رو بلند میکنم، این تابلو رو جلو چشمت میذارم بابت اینکه هرس تو رو در بیارم و نشون بدم که چقدر با تو مخالفت دارم. خب آقای محمدپور، برداشت من از حرفای شما این بود که اگر حکومت هم بخواد مثلا بر صبغه دینی این قضایا تاکید بکنه، به نوعی شعائر رو گسترش بده، این ممکنه که به ضرر و برعکس تموم بشه، درسته؟ بله، طبیعتاً ما اینو میتونیم در اساس تاریخی دنبال کنیم، ولی من بخوام یه منظر دیگه‌ای رو به شما بگم و اونم این است که یه بخش زیادی از این ماجرا عاطفی است واقعا، از هر دو سو، یعنی هم از طرف حکومت هم از طرف مردم. من اعتقاد ندارم که اینی که مردم تاکید میکنن بر این شعائر باستانی و این چیزایی که ظاهرا به عنوان ایدئولوژی ملی ارائه میشه، ریشه در تاریخ و فهم تاریخی درست داشته باشه. بیش از هر چیزی روایتی است که افواهی است، دهان به دهان، واکنش عاطفیه. یعنی اینی که مردم بدونن واقعا تاریخ ایران و باستان چیه، عمده مردم نمیدونن. ببینید، شما در همین فضای اجتماعی بچرخید، در شبکه‌های اجتماعی، تعداد اشعاری که به فردوسی نسبت میدهند که مضمون دین ستیزانه، عرب ستیزانه، اسلام ستیزانه داره، واقعا از شمار خارج است. ولی خب پیدا کردن اینی که این ابیات و این اشعار مال فردوسی نیست که کار شاقی نیست، که شما یه گوگل کنید میتونید بفهمید این ابیات در شاهنامه فردوسی نیست. یعنی که چی؟ یعنی تو این فضا از جو عاطفی پدید آمده عده استفاده میکنن، هم در فضای دینداری، هم در فضای ملی‌گرایی، و هر جفتش سطحی است. هر دوتای اینها عمق نداره و اینا البته به گمان من میگذره. یعنی شما اگر در یک افق کلانتر مثلا 10 سال، 15 سال، 20 سال نگاه کنید، اینا آرام خواهد گرفت. آروم آروم مردم میتونن نگاه خیلی منطقی تر و عالمانه تری هم به دین داشته باشن، هم به ملیت و فرهنگ و هویتشون. متاسفانه آقای رحیم‌پور، اگر کوتاه بگید خیلی ممنون میشم. آقای محمدپور گفتن اینا میگذره. آیا در مورد نوروز و 13 بدر و جشن‌های باستانی هم همینه؟ این که این تقابل خواهد گذشت و بعد هر چیزی در سر جای خودش قرار خواهد گرفت، یا ممکنه که پیامدهای ماندگاری هم داشته باشه لجبازی حکومت با چنین آداب و رسومی؟ من فکر نمی کنم که به این زودی ها بگذره، حداقل تا زمانی که حاکمیت دینی روی کار هست و اساسا داره استفاده میکنه از نمادهای مذهبی بر علیه نمادهای سنتی، نمادهای تاریخی و ملی، طبیعیه که این تقابل شکل بگیره. حالا ممکنه که این تقابل سطحی هم باشه، ولی گذرا نخواهد بود، به دلیل اینکه حکومت جمهوری اسلامی داره از اون استفاده میکنه. اصلا تقابل اجتماعی رو در جامعه حکومتی که شکل میده، مردم که تقابل شکل نمیدن که.
مردم دارن با اون خلاف رویه و خلاف فرهنگ و خلاف انسانیتی که توسط حکومت اعمال میشه مقابله میکنن، از هر وسیله‌ای هم که بتونن استفاده میکنن. اینجا مقابله به مثل داره اتفاق میفته. نیازی هم نیست به نظر من که خیلی درک عمیق و آگاهی تاریخی خیلی وسیعی نسبت به موضوعات تاریخی و ملی داشته باشن. عملا در یک رویداد سیاسی دارن از این استفاده میکنن. در نتیجه نه، من فکر میکنم که گذرا نیست، اما میتونه تبعاتی داشته باشه پیامدهاش. یکی از اونها هم دینزدایی هست از عرصه عمومی. خیلی ممنونم از شما آقای رحیم‌پور و همینطور آقای محمدپور. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از آنتالیا در ترکیه با ما، و اینجا در استودیو داریوش محمدپور، پژوهشگر دین و علوم سیاسی.